لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت همراه ما هستن. خانم خامنه، ابتدا این سوال رو مطرح کنم که چه عواملی باعث افزایش ناترازی بنزین و در نهایت این وضعیت کاهش سهمیه ها و بحران در این حوزه شده؟ سلام و عرض ادب. در مورد بنزین اگر که بخوایم صحبت بکنیم، من اینطور ارزیابی میکنم، باز هم به مواردی رو باید بگویم که ناشی از حکمرانی بد اقتصادی هست که ما در تمام این طول مدتی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست به وجود اومده. اولین موردش همین خودروهای فرسوده‌ای هست که میدن به دست مردم، مردمی که در سایه انحصار بازار خودرو دست خودروسازان داخلی مجبورن این خودروهای بیکیفیتی رو مصرف بکنن که چند برابر نرم و استانداردهای خودروهای خارجی دارن بنزین مصرف میکنن. و از یک سو مهمترین مسئله وضعیت تولید بنزین در پالایشگاه هاست. ببینید الان به غیر از یک تعداد معدودی از پالایشگاه ها، بقیه پالایشگاه های ایران باید به موزه تبدیل بشن تا این که همچنان بخوان کار بکنن. پالایشگاه ها در ایران برای تولید بنزین دارن با کمترین بهره‌وری و با کمترین ظرفیت و پتانسیل خودشون کار میکنن. چرا؟ چون اونها هیچ وقت مورد ریکاوری قرار نگرفتن، چون پولی ندارن، چون پولی که حتی اگر هم وجود داشته باشه داره در منطقه برای جنگ افروزی و برای خرج هایی که اینها نمیتونن کنترلش بکنن داره هزینه میشه. و بعد میرسیم به موارد بعدی. اما الان واقعا اگر که بخوایم صحبت بکنیم به صورت کوتاه و مختصر، این دو یکی از مهمترین عوامل هستن. و مورد مهمتر آخر این که هیچ وقت دولت ها برنامه قابل اجرایی برای کنترل مصرف بنزین و حتی تولید اون نداشتند. اما در مورد این روند صعودی قیمت ارز در ایران و دلایل اون، نظر شما چیه؟ ببینید من الان بخوام اینطوری بگم، خب ارز قاعدتاً یک قیمت هیجانی داره. خب الان با توجه به اینکه شدت جنگ افروزی ها در منطقه اضافه شده، خب قاعدتاً ترسیده و قیمت دوباره داره به طرف بالا حرکت میکنه. اما نکته بعدی این هست که واقعاً در حال حاضر ما با یک دولتی مواجه هستیم که داره از این نوسانات قیمت ارز داره سود میبره و با همین به قول معروف نوسانگیری که به قول بورسی ها بهش میگن نوسانگیری، باز هم داره درآمدی رو کسب میکنه. و ضمن این که بسیاری از کارشناس ها الان مطرح میکنن که اصلا قیمت ارز الان این قیمت ها نیست، قیمت ارز اگر چنانچه با همین وضعیت پیش برود به بیشتر از 60,000 تومان هم افزایش پیدا میکنه. و این همون فنری هست که بالاخره این دولت مداوم از ذخایر ارزی خرج کرده و برای این که بتونه دلار پاشی بکنه و قیمت رو ثابت نگه داره، اما کمی که از این ارز پاشیش کم میکنه، کمی که به قول معروف وضعیت از دستش که خارج میشه، میبینیم که قیمت ارز دوباره در میره، این فنر در میره و رو به بالا حرکت میکنه. اما باز هم باید بگیم با توجه به فشارهای آمریکا در عراق، قیمت حواله هم رشد کرده، حواله درهم در امارات، و این خودش با توجه به فشارهای آمریکا بر بانک ها به خاطر مبادلات با ایران، و این هم موجب شده که بالاخره انتظارات تورمی افزایش پیدا بکنه. متشکرم از توضیحاتتون. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت.